سرخط خبرها نروزگی میزا جان از بانک دوشنبه سیتی خانندگان دو مکتب با تبر زن کردند. کردن مقامات توجیگ از افراتی شدن جوانان نگرانند سلام امروز پنجشنبه دهمی اکتبر سال 2024 است من با شما هستم فیروزی حید صفحه میزاجانی ناراضی از بانک دوشنبه سیتی روز به روز در شبکه اجتماعی زیادتر می شود. ده ها نفر کاربر که خود را از میزاجانی بانک دوشنبه سیتی می دانند، در شبکه اجتماعی می نویسند که به طلبات روز جابگون نبودنی سطح خدمت رسانی های این بانک آنها را سخت ناراحت کرده است. چند منبع آگاه مالک این بانک را پیسر اعمال رحمان رستم اعمالی می نامند. اما تا حال جای رسما مالیکیت رستم بودنی بانک تصدیق یا نشده است شکایت کاربران به دزدی شدنی مبلغ ها از حساب میزا جان خدمت رسانی سوست نوبت های طولانی و مناسبت بدی کارمندان رب دارد میزا جان اظهار میدارند که برای اجرای حتی کارهای عادی ترین به مرکز خدمت رسانی مراجعه کردن لازم می زیرا در اکثر موارد توسطی توسط تلفن این مشکلات ساده را حل کردن غیری ممکن است. این بحث در گروه فیسبوکی اخبار برای افکار مطرح شده و هنوز هم جریان دارد. بعضی از میزاجان قید کردند که برای خیزمت رسانی از این بانک باید نوبت های طولانیه را انتظار شوند. کاربر با نام رستم رستموف که این بحث را آغاز کرده است در برای مناسبت کارمندان این بانک با مشتریانش میگوید یگان ذره احترام به مردم ندارد. همچنین کاربران شکایت میکنند که بر علاوه مناسبت های دروشت کارمندان این بانک بانکمت هایش نه همیشه پول دارند که به آسانی رفته پول خودشان را بگیرند. تا جای این شکایت ها زیاد شدند که برخ کاربران پیشنیاد میکنند باید بانک ملی فعالیت این شرکت را ببندد چون عادی ترین رسانی را برای شهروندان براه موندن نمیتواند. کوربارون میگویند از روی ناچاری به این بانک می میکنند ولی دیگر بانک های در کشور وجود دارد که خدمت رسانی هایشان از دوشنبه سیتی به بهتر است چون آنچه رستم رستم میگوید من از بانک دوشنبه سیتی میلیون بار بیزارم از خدمت رسانی الف استفاده میبرم اما چند شریک تجارتی امون دوشنبه سیتی دارند و ما هم مجبوریم از خدمات این بانک که بدترین است استفاده بریم میزا از این بانک طلب جوری کردنی مکانیزم ساده برای بررسی مراجعاتهایشان و تامین کمک رسانی سری وقتی کارشناسان را دارند. شرکتی مذکور هنوز رسما به این ها واکنش نشان نداده است، اما میزا منتظری آنند که مسئولان تدبیرهایی را برای بهتر نمودن صفت و سمراناکی خدمات رسانی اندیشند تا که مناسبت با میزا جون به طوری بنیادی تغییر یابد. بینو با اطلاع وزارت کارهای داخلی تاجیکستان شامی 7 اکتیبری سال جوری خونندگانی سیمفی دهی مکتبی میانه رقم 42 و رقمی 39 فیردوسی شهر دوشنبه با هم مناقشه کرده یک نفر در این درگیری بازر بیت تبر زخمی شده است این یاد میگوید در روبیتا به خضیه مسکور 8 خوننده مکتب های بلوزیک را بازداشت شدن انگیزه اصلی سر زندن یادی حسی بدبینی بین خوانندگان گفته می شود خواننده یکی از این مکتب ها با نام با تبر به گردن خواننده دیگر با نام رجب ضربه زده او را مجروح کرده است وزارت کارهای داخلی هم میگوید وابسته به حادثه مذکور مواد های ضروری ترتیب داده شده قضیه پورا بررسی می شود این بار اول نیست که بین این نابالغان مناقشه گروهی رخ میدهد 5 اکتبر سال جاری نیز در یک مناقشه گروهی بین نابالغان یک جوان با ضرب کارد کشته شده دو نفر دیگر زخمی شده بودند می میشیم که چند پیش وزارت کارهای داخلی در شهر دوشنبه در دایره عملیات کارت از آشکار شدن فروش غیرخانی سلاح سرد خبر داده بود این هم در حالی است که سالهای اخیر ساکنان از آن شکایت میکنند که در بین نابالغان و نوجوانان پایتخت با خود گرداندن کارت های خورد به قول مد است که در اکثر جنجال های کوچگی از چنین سلاح های سرد برای پیشگیری جوانان از پیوستن به گروه های افراطی در ولایت خطلان مقامات معرکه خانه به خانه را پیش گرفته زیاده از 1800 کارمند مقامات قدرتی و نیادهای مختلف اعزام شدند. گفته می شود مقامات دری هر خانه رفته با خانواده ها صحبت میکنند و با آنها فهمانددهی میگذارانند. از جمله از خطرات پیوستن جانان به گروه افراطی اینترنتی آنها را هشدار میدیند یک ساکن ویلایتی خدلان در صحبت با رسانه ها گفته است که مقامات از مردم خواستند به خویشاوندان خود که در روسیه کار میکنند برسانند که از دعوت کنندگان احتمالی به سازمان های تروریستی حذر کنند мақомот гуфтанд аксари ҷавононе ки дар гузашта ба гурӯҳҳои ифротии динӣ аз ҷумла дииш ва ғайра пайвастанд аксарашон дар русия муҳоҷир буданд онҳо тариқи шабакаҳои иҷтимоӣ бо ин гурӯҳҳо ошно шуданд ва баъдан ҳамроҳ гаштад давлаталӣ саид раиси вилояти хатлон дар моҳи августи соли ҷорӣ зимни нишасти хабарӣ ба рӯзноманигорон гуфта буд маълумоте ки мо аз мақомоти интизомӣ мегирем نگران کننده در ولایت ما تعداد جوانانی به گروه های افراطی دینی پیوستن خیلی زیاد است اما او امور دقیقی را پیشنهاد نکرده است و گفته بود که برای پیشگیری از پیوستن این جوانان به گروه های تونگرا دسته های کاری مخصوص را از کارمندان حکومت مقامات انتظامی وکیلان شورای محلی معلمان و طبیبان آماده میکنند و برای آنها کورس مخصوص میگذارند تا تاونان با مردم مسئله را خوب فهمانند این هم در حالی است که دامی یک سالی اخیر در چندین عملیات تروریستی از جمله در کشورهای ایران روسیه ترکیه و افغانستان گناهگاران اصلی شهروندان تاجیکستان گفته میشوند و اخیرا مقامات طالبان است. چند نوار پخش کرد که در آنها جوانان تاجیک اعضای دیش بازدار شدند و اقرار میشوند که طریق اینترنت به این گروه پیوستند اما منتقدان حکومت امامعل رحمان بر این نظرند که بستن مدرسه های رسمی از سوی حکومت تاجیکستان ممنوع کردن ورود جوانان تا 18 ساله به مسجد منی هجاب و ریش و دیگر فشارها بالای دینداران و ساکنان کشور سبب شده که جوانان به گروه های افراطی بیشتر رو بیارند اینجا راستیم این با پایانی خبرهای امروزه بینندگانی از میتوانید شر این فصل اخباری بیشتر را از سامانه و شبکه تلگرامی از دو تیوی پیگیری و مطالعه کنید. ابونه در شبکه یوتیوب، اینستاگرام و تیک تاک، اینچنین گذاشتن لایک و نوشتن شر را در زیر مطالبی ما فراموش نسازید. خیلی تا دیدار، خدا نگهدار.